4 تا دختر که توی یک سفر تفریحی گیره یه مرد روانی و پسرش میافتن که هیچ رحمی به آدما ندارن. گلاسیا سلام، اول از همه مرسی از همتون بخاطر اینکه 6000 تایش داریم و بدون شما این امکان پذیر نبود. امروز فیلم تراما محصول 2017 کشور شیلی آوردم که یه فیلم فوق العاده آزاردهنده است و با یک فیلم سریالی رقابت دارن تو اینکه کدومشون رتبه اول فیلم‌های منزجر کننده رو بگیره. خیلی فیلم دارکیه، از فیلم‌های مثل سالو الهام گرفته و مثل همون سالو کلی محتوای سیاسی توی خودش داره که همه‌شون مربوط به تاریخ کشور شیلیان. آخر فیلم باید حتما اینا رو گوش کنید به خاطر اینکه اون موقع تازه فیلمو میتونید درک بکنیدش. بریم با هم ببینیم. حواسین استور کامرو صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم یکی از وحشتناک‌ترین سکانس‌های سینما رو داریم. مردی با کمک سربازاش یه زن رو بعد کلی کتک زدن به صندلی می‌بندن. این فرمانده روانی زن بیچاره رو به عنوان همسر خودش صدا می‌کنه و انگار زن مثل یه جاسوس اطلاعات همسرش همین فرمانده رو به یه گروه فروخته. سربازا پسر نوجوانی رو میارن که اسمش خوانه. بچه همین زن بسته شده و فرمانده هم هست. بهش آمپولی تزریق میکنن که توش محرک جنسیه. فرمانده یه زخم بزرگم با چاقو رو صورت پسر میندازه. به زور فرمانده شلوار پسر رو در میارن و سربازی اونو مجبور به رابطه با مادرش میکنه. زن داره فریاد میکشه و فرمانده بهش میگه با دخترت هم همین کارو میکنم. برم اسلحه‌اش رو میاره بالا و با بی‌رحمی به سر زن شلیک میکنه. خون مادر روی خوان ریخته و حالش داره بد میشه، اما دیگه کنترلش دست خودش نیست. حتی وقتی سربازی که اونو مجبور به رابطه میکرد میره عقب، خوان به رابطه با این جنازه ادامه میده. حالا میریم به چندین سال بعد. دوتا دختر به اسمهای کامیلا و جولیا رو میبینیم که با هم رابطه برقرار میکنن. صبح روز بعدی دختر دیگه به اسم آندریا هم با ماشین میاد دنبال این دخترها. آندریا و کامیلا خواهرن، دختر خالش و مگدلیو هم تو اکیپشونه و چهارتایی به یه سفر جاده‌ای میخوان برن. مشخصه آندریا که کلا آدم دپرسی هم هست، از جولیا یا پارتنر خواهرش زیاد خوشش نمیاد. وسط جاده به یه بار میرسن و وقتی میرن داخل که آدرس مقصد رو بپرسن، همه مردا بهشون زل میزنن. چند تاشون میان سمت این دخترها تا اینکه یکی از مردا بلند میشه و همه از ترسش میرن عقب. حتی صاحب بار بعد تایید این مرد آدرس به دختر رو میده و اونا هم با تشکر میان بیرون. اینجا با یه دختر بچه هم آشنا میشن و مگدولیا بهش دو تا عروسک کادو میده. قبل حرکت هم با دو تا مامور پلیس آشنا میشن که تنها نیروهای امنیتی این منطقه هن. یکیشون هم از آندریا خوشش میاد و بهش شماره میده و میگه اگه مشکل پیش میاد فقط به ما زنگ بزنید. سفر ادامه داره و بالاخره به کلبه خانوادگی میرسن. یه لحظه توی جای تاریک مردی با قیافه ترسناک میبینیم. روی صورتش رد یه زخمه و میفهمیم همون خوانه که اول فیلم دیدیم. حتی اون مردی که توی بار دیدیم و هم ازش میترسیدنم همین خوان بود. صدای فریاد دختری هم از نزدیکی شنیده میشه. خوان خاطره یک گذشته به یاد میاره. بعد اون اتفاق وحشتناک و مرگ مادرش، حالا فرمانده که حکم پدرش هم داره اونو مجبور به کار وحشتناک دیگه ای میکنه. یه نوزاد روی تخت و به دستور فرمانده خوان تو نمیشه به زبون آوردش. خوان انگشت خودش تو این نوزاد که خواهر خودش هم هست میکنه. بچه جیغ میکشه و خوان با دیدن خون روی دستاش انگار شوکه میشه. از خاطره بیرون میایم. کنار خوان پسرش به اسم ماریو نشسته که انگار خیلی از پدرش میترسه. چند لحظه بعد روانی بودن خودش هم به نمایش میذاره. به طرف زنی که صدای جیغش میاد میره و با وحشیگری اونو میکشه. یه بچه هم کنار این زن اسیره. این در حالی که خوان هم پیش یه زن اسیره دیگه میره و برخلاف پسرش خیلی با این زن مهربونه و انگار دوستش هم داره. میریم پیش دخترها، شراب میخورن و خوشحالن. یه لحظه میبینیم وسط رقصیدنشون جولیا با دختر خاله پارتنرش یا همون مگدولیا هم یکم لاس میزنه. برقای خونه قطع میشن و این دو نفر میرن تا وصلش کنن، در حالی که آندریا و خواهرش کامیلا میشینن تا حرف بزنن. جولیا و مگدولیا با هم تنها میشن و موقع وصل کردن برق هم همو میبوسن. خیلی انگار هم خوششون اومده و یه دفعه آندریا که نگرانش شده میاد بیرون و از دور میبینتشون. دیدن خیانت جولیا به خواهرش کامیلا نفرتش به این زن رو بیشتر کرده. دوباره سکانسی از خوان میبینیم. جلوی زن اصلی که باهاش مهربون قضا میذاره و میشینه روی صندلی. پسرش ماریو کنار این زن میشینه و انگار که این زن مادرشه. به شکل عجیبی شروع به درآوردن صدای سگ میکنه. میره طرف پدرش خوان و شروع میکنه به رابطه دهانی با این مرد. گفتم خیلی این سکانس عجیبه. دوباره دختر رو میبینیم. آندریا جریان خیانت رو به خواهرش نمیگه و مهمونی هم ادامه داره. یه جای جولیا خیلی مست میشه و جلوی ستای دیگه شروع میکنه به رقصیدن و تحریک کردن عشقش کامیلا. البته هر از گاهی هم این کارو با دختر خالش مگدولیا میکنه و کم کم لباساشو در میاره. یه لحظه نگاهش پنجره میفته و با دیدن خوان که بهشون زل زل جیغ میزنه و همه شوکه میشن. ماریو هم پنجره دیگه نگاهشون میکنه، در حالی که دختران وحشت زدن دو تایی سمت در میان و بهش میکوبن. دخترها نمیدونن چیکار کنن، اما آندریا میگه این مرد همونیه که تو بار کمکمون کرد، فکر نمیکنم آدم بدی باشه و درو باز میکنه. ماریو و خوان میان داخل، نگاه خیلی دارن به دخترها میکنن. چاقوی دستشون روی موبایل میشینن. خوان به جولیا میگه رقص تو ادامه بده.
دخترای دیگه به آرومی میشینن، جولیا خوشگش زده. خوان میره طرفش و شروع میکنه به تهدیدش، بعدم بهش مشتی میزنه و میشینه بغل مگدالیا. دخترها وحشت زدن و هر کی سعی میکنه در بره یک کتکی میخوره. یکی از اذیت کننده ترین صحنه های این فیلم به نظرم همینجاست، چون بدون وجود موسیقی یا صحنه خاصی به شدت میره روی مخ آدم. خوان ضربه ای به آندریا میزنه که چشماش تار میشه و میفته زمین. تو همون حال کنار خودش رو نگاه میکنه و توی یوتیوب هم نمیشه نمایش دادش. این دوتا روانی، خواهرش کامیلا، عشقش جولیا و دختر خالش مگدالیا رو نوبت رو زمین میخوابونن و به شکلی ترسناک باهاشون رابطه برقرار میکنن. پسر خوان یا همون ماریو به قدری روانی که وسط کارش یه دفعه با دندون قسمتی از صورت مگدالیا رو میکنه و توف میکنه رو زمین. بعد تمام شدن کارشون دوتا روی مبل میشینن و حالا توی سکانس عجیب تر خوان و پسرش همون میبوسن. چی بگم من؟ چند ساعتی گذشته و هوا روشن میشه. دخترها با دسته بسته‌شون کنار هم نشستن و حالشون بده. مردا هم جلوشون روی مبل خوابشون برده. مگدالیا دست خودش رو باز میکنه و اسلحه رو میزن برمیداره. سمت خوان نشون میگیره و شلیک میکنه، اما اسلحه خالیه. به آرومی میذاره سر جاش و تصمیم میگیره فرار کنه. وقتی توی آینه چهره نابود شده خودش رو میبینه، اتفاقای وحشتناک بهش غلبه میکنن و اسلحه رو میذاره تو دهن خودش، بلکه یه گلوله توی اسلحه مونده باشه. اما قبل اینکه بتونه شلیک رو امتحان کنه، خوان عوضی از جاش بلند میشه و با اسلحه خودش مغز دختر رو میپاچونه. کامیلا، جولیا و آندریا انقدر حالشون بده که حتی نمیتونن واکنش نشون بدن. فکر میکنن کارشون تمومه، اما خوان و پسرش یهو بلند میشن و با پوشیدن لباسا از اونجا میرن. دخترها باورشون نمیشه همه چیز تموم شده و همین که خودشون رو باز میکنن، دیدن مغز پاشیده شده مگدالیا خیلی حالشون رو بدتر میکنه. بعدن با پلیسا تماس میگیرن و اونا موقع اومدن خوان و پسرش رو در حال برگشتن از اون محل میبینن. وقتی میرسن از دیدن جنایت شوکه میشن. اسم پلیس جوان پدرو و اسم اون یکی دیگو. پدرو خیلی عصبی و میخواد روانیا رو بگیره، اما دیگو اینطوری نیست. به پدرو میگه این کار خوان و پسرش ماریوه، اما اونا قرار بود فقط آدمای محلی رو برای تفریح بکشن که یه موقع دولت‌های خارجی دنبالش نیافتن. این بار پاشون رو فراتر گذاشتن. پدرو از اینکه همچین روانی‌های توی شهرن و دیگو نتونسته کاری بکنه خیلی عصبی میشه، اما دیگو توضیح میده اونا خیلی وحشی‌تر و معروف‌تر از اینن که ما بتونیم جلوشون رو بگیریم. پدرو به دخترو میگه قول میدم گیرشون بندازم و دیگو هم قبول میکنه کمک کنه. کمی اونطرف‌تر خوان رو میبینیم که به همون بار میرسه. دختر بچه جلو در بهش سلام میکنه و خوان نگاهی بهش میکنه. پلیس هم دختر رو سوار ماشین میکنن و بعد تماس با شهر برای نیروی کمکی راه میفتن که اول دختر رو به جای امن برسونن. وسط راهشون یه رفع صاحب بار با وحشت میاد تو خیابون و ازشون کمک میخواد. میگه خوان دختر کوچیکمو گرفته. اونا هم سریع میرن به بار و به دختر میگن توی ماشین بمونید. همراه صاحب بار و پسرش آماده حمله به داخل میشن. این در حالی که خوان با آرامش نشسته و اصلا استرسی نداره. پلیسا میرن داخل و اسلحه رو سمتش میگیرن. اون انگار تسلیم شده و دیگو میره جلو که بهش دستبند بزنه و یه رفعه خوان میگه هیچ وقت چشم تو از قربانیت بر ندار. همین لحظه چاقوی توی فک دیگو میکنه و میکشتش. بقیه شلیک میکنن اما تیر به خوان نمیخوره و اونم هرچی که لوازم هست سمت پلیسا پرت میکنه و همش رو میندازه زمین. با قمه سراغ صاحب بار میره و گلوشو به شکلی دردناک میبره، در حالی که پسرش هنوز زنده است و حالا خوان میره سراغ اون. چاقوی تو پاش میکنه و دستش با قمه قطع میکنه تا خونریزی بمیره. سکانس بعد میبینیم که خوان با سر برده شده صاحب بار میاد بیرون. دختر با دیدن صحنه زبونشون بند میاد. خوان بچه کوچیکم داره با خودش میبره و بعد گذاشتن سر روی ماشین همراه ماریو راهشون رو ادامه میدن و بازم به دختر کاری ندارن. با رفتنشون سری دختر میرن داخل و این قتل عامو به چشم میبینن. میفهمن هنوز پدرو زنده مونده و با کمک آندریا جلوی خونریزیشو میگیرن و اونم به هوش میاد. جولیا میگه باید سری فرار کنیم، اما دوست دخترش کامیلا مخالفه. میگه باید اون دختر بچه رو نجات بدیم وگرنه دیر میشه. همین الانش هم کل زندگیمون نابود شده. خواهرش آندریا هم موافقه و پدرو هم که یکم سر حال شده میگه منم باهاتون میام، چون اصلا معلوم نیست نیروی کمکی برامون بفرستن یا نه. خوانو میبینه که مخفیگاه میرسه. حالا میفهمیم زن اصلی که نگه داشتنش باهاش انقدر مهربون بود خواهر خودش بوده. یعنی ماریو هم پسر خوانو با خواهرشه. چی بگم دیگه من؟ خوان به خواهرش میگه برات بچه آوردم و اونم از اینکه قرار دوباره مادر بشه حسابی ذوق میکنه و اصلا مهم نیست که بچه رو دوستیدن. دوباره خاطره ای از خوان میبینیم. پدر یا همون فرمانده به زور اسلحه‌ای به خوان میده و میگه به هیچ وجه فرار نکن و تا آخرین نفس بجنگ. یه دفعه چند تا سرباز کمونیست سر میرسند و بینشون جنگی شکل میگیره. در آخر یکی از کمونیست‌ها میاد و با شلیکی به مغز فرمانده اونو میکشه. خوان هم وحشت یه گوشه قایم شده. سربازا میبیننش اما چون بچه است یکیشون میره طرفش آرومش میکنه و میگه نجاتت میدیم. همین که حواسش نیست خوان پشت با چاقو گلوشو میزنه. چند تا سرباز دیگه هم میکشه. پدرو و دختر رو میبینیم که اونا هم به همین محل میرسن. به دو تا گروه تقسیم میشن و همشون میرن داخل. هر کدوم با یه اسلحه شروع به گشتن میکنن. کمی جلوتر جولیا و آندریا به ماریو میرسن که با سلاحی یه جا داره قدم میزنه.
جولیا میگه یه نقشه دارم و میره روبروی ماریو. اونم میبینتش و میخواد حمله کنه، اما جولیا میگه من تنها اومدم اینجا چون دلم یه مرد مثل تو میخواست. ماریو هم مثل احمق و میره جلو و شروع به بوسیدن دختر میکنه. همین که حواسش پرته، آندریا پشت میاد و با ضربه بیهوشش میکنه. جولیا میگه بکشش، اما آندریا میگه فعلا زندهش لازم داریم. دستشون میبندن، میبرنش پیش پدرو و کامیلا. نقششون اینه که با تهدید ماریو کاری کنن که خوان تسلیم بشه. اما یه دفعه دختری در حال جیغ زدن سر میرسه که انگار یکی از قربانی‌های دیگه این روانیه. بمبی بهش وصل شده و جلوی چشم بقیه منفجر میشه. پشت سرش هم خوان با اسلحه میاد و این چهار نفرم با ماریو بیهوش فرار میکنن. تازه میفهمن توی تله گیر افتادن، چون اینجایی که توش قایم شدن یه انبار بدون راه فراره. خوان با یه دودزا میاد داخل و بهشون میگه ماریو رو بندازید اونجا و به طرف دیگه تسلیم شید تا زنده بمونید. خودش با ماسک میاد داخل و وقتی پدرو میخواد بزنتش یه شلیک به اون میکنه. در پشتشون هم باز میکنه و دختر ازش فرار میکنن. اما پدرو همونجا میمونه و تو سکانس دردناک به خاطر گاز سمی که پخش میشه کل بدنش میسوزه و میمیره. دخترم به فرارش ادامه میدن و سکانس بعد خوان رو میبینیم که پسرش به اتاق دیگه برده و لباسش رو عوض میکنه. ماریو هم به هوش میاد و شروع میکنه به گشتن دنبال دخترها. کمی بعد ماریو موفق میشه جولیا رو گیر بندازه. میخواد بکشتش، اما آندریا سر میرسه و حالا با همه نفرت و عصبانیتش شروع میکنه به زدن ماریو. نه تنها با سنگ دست و پاشو میشکنه، حتی دم و دستکش هم نابود میکنه. بعدم فرار رو ادامه میدن و آندریا به جولیا میگه فقط باید کامیلا رو پیدا کنیم و برای همیشه در بریم. خوان که با پسر نیمه جونش روبرو میشه، حالش به هم میریزه و برای راحت کردن ماریو به شلیک میکنه و کارشو تموم میکنه. دیگه بیش از حد روانه شده. دخترها همو پیدا میکنن و در میرن، اما یه رفه خوان با استفاده از یه تله موفق میشه جولیا رو از ارتفاع پرت کنه پایین. کامیلا خیلی به هم میریزه، اما با کمک خواهرش راهو ادامه میدن. یه رفه صدای خوان رو میشنون، شروع کرده به خوندن سرود ملی کشور شیلی. صدای جیغ دختری میاد و وقتی نگاه میکنن میفهمن که جولیا هنوز زنده است و خوان داره شکنجهش میکنه. به ناچار میرن طرفش. آندریا اسلحه‌شو نشونه گرفت و به خوان میگه ولش کن. خوان روانی همینطوری شعر میخونه و با یه حرکت وحشیانه کلن فک جولیا رو از بدنش جدا میکنه. کامیلا می دو سمت عشقش و خوان اونم میگیره. آندریا بالاخره جرأت پیدا کرده و به خوان چند تا تیر میزنه. یکی از تیرها به شونه کامیلا میخوره و آندریا فهمیدن این قضیه هول میکنه. اما کاری از دستش بر نمیاد و بقیه مفقه ها میگرده تا وسیله پزشکی پیدا شه. میرسه به خواهر خوان و نوزادی که کنارشه. خواهرش درخواست کمک میکنه و آندریا هم که نمیدونه این زن خواهر خوانه اسلحه‌اش رو میاره پایین. همین لحظه صدای جیغ خواهرش میاد. وقتی برمیگرده میبینه که خوان زنده مونده و فرار کرده. خواهرش هم به شکل وحشتناک مرده و مشخص خوان قلبش رو از سینه در آورده. یه دفعه روانی از پشت ضربه‌ای به آندریا میزنه. با چاقوی چند بار پاهاش رو سوراخ میکنه و آندریا هم با اسلحه شلیک میکنه، اما تیراش به مرد اثری نداره. نگاهش به اسیدهای روی تاق میفته و این بار با شلیک به اونا کلی اسید روی خوان میریزه و بالاخره به شکل دردناک میمیره. البته که مقداری اسید هم روی صورت خود آندریا میریزه و پوستش رو آب میکنه. بعد اینکه همه چیز تموم شده، آندریا میره کنار خواهر خوان. به خیال اینکه یکی از قربانیهای این مرد بوده اونو آزاد میکنه و اونم با بچه صاحب باری که قبلتر دیدیم خوان دزدید از اونجا در میرن. آندریا میبینه هنوز اون نوزاد توی تختش مونده و میفهمه که این بچه خوان بوده، وگرنه اون زن با خودش میبردتش بیرون. آندریا اسلحه‌اشو میگیره روی نوزاد، بهش میگه تو هم قرار مثل خوان بشی. این در حالیه که بالاخره نیروهای کمکی هم سر میرسن. همشون با دیدن آندریا بهش شلیک میکنن و اونو میکشن. وقتی میان بالا سر نوزاد، حالشون به هم میریزه که یعنی آندریا قبل مرگ اسلحه‌اشو شلیک کرده. میبینیم خواهر خوان و اون بچه اینجا در میرن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. آگوستو پینوشه، یک دیکتاتور توی کشور شیلی که کلن شخصیت اون فرمانده یا همون پدر خوانو ازش برداشته بودن، حتی ظاهرش هم شبیه اون ساخته بودن و ظاهر خوان هم شبیه عکسایی از جوونی همین دیکتاتور کردن. توی شیلی یه دوره حکومت سوسیالیستی برقرار بود. سوسیالیست هم به معنی اینه که یه دولت میاد و کلن شخصی سازی رو از بین میبره، یعنی میاد کارخونه های بزرگی که تو کشور تولیدات انجام میدن همه رو به اسم خودش میکنه و میاد سرمایه ها رو به طور مساوی بین مردم تقسیم میکنه. یعنی یه دولت بالادست هست که همه چیز مستقیما به اون میرسه و به روایت کمک به مردم انگاری کنترل همه چی رو به دست میگیره. این حکومت سوسیالیست وقتی توی شیلی بود خیلی از مردم اعتراض میکنن، حکومت های مختلف تشکیل میدن و جنگ بزرگی توی کشور راه میفته. پینوشه یکی از جنرالای مهم این کشوره که میاد توی همین دوره یک کودتای بزرگ انجام میده و کلا حکومت رو به دست میگیره. سوسیالیستی رو به بین میبره و دیکتاتوری خیلی بزرگ به وجود میاره که هر کسی ضدش حرف میزد اعدامش میکردن. حتی یه زندان بزرگ برای خودش ساخته بود که
انقدر اسمش دردناک بود، همه میدونستن اگه برن اونجا قراره بزرگترین و وحشیانه ترین اتفاقهای جنسی براشون بیفته. این اتفاقایی که توی فیلم میافتاد از جمله همون سکانس اول فیلم که خیلی وحشیانه هستم، یکی از کوچیکترین کارهایی هستش که این فرمانده عوضی توی زندانش برای بقیه انجام میداد. خلاصه که پینوشه میاد این حکومت دیکتاتوری برقرار میکنه تا اینکه یه سری از مردم با کمونیسم آشنا میشن و میان یه حکومت کمونیسم به وجود بیارن که قبلا توی سالو هم توضیح دادم چیه. کمونیسم هایی که از همون دوران سوسیالیستی قبل پینوشه مونده بودن و میخواستن یه حکومت جدید و بهتر از سوسیالیسم اومد به وجود بیارن و خلاصه به همین اسم میان و جنگ راه میندازن و همون صحنه ای که دیدیم خوان تو خاطراتش به یاد می آورد که اونا بهش حمله کرده بودن همون کمونیست ها بودن که اومدن آخر هم دیکتاتوری از بین بردن. حالا این فیلم میاد به طرز خیلی جالب اینو نشون میده که اون دوره دیکتاتوری پینوشه که خیلی دوران وحشتناک و یه زخم بزرگ روی تاریخ شیلیه چه بلایی سر مردم آورد. این دوره همون کاریو کرد که با خوان انجام شد، از خوان یه آدم روانی ساخت. یعنی دیدیم که اولش آدم عادی بود ولی کارهایی که اون فرمانده باش انجام داد ازش نفس آدم روانی ساخت و سالها گذشت یه نسل جدیدی اومد که اصلا با این دوره ها آشنایی نداشتن، انگار زندگی خیلی عادی داشتن مثل همون دخترا، ولی هنوز کسایی که از اون دوره مونده بودن این زخمو داشتن با خودشون حمل میکردن. برای همینم توی یه سکانس خیلی دردناک میان به این آدمای نسل جدید حمله میکنن و اون روانی بودن و اون فشارها و شکنجه هایی که از اون دوره مونده بود و روی اینا هم پیاده سازی انجام میدن. به روایت فیلم ترما میاد نشون میده که اون زخم بزرگ دوران پینوشه هیچ وقت پاک نمیشه، یعنی هر چقدر هم که بگذره اون کارهایی که با مردم کرد، هر چقدر هم دوره‌های جدیدی بیاد، باز هستن افرادی که دارن تاثیر اون توی نسل جدید پیاده میکنن. وقتی با این دید فیلمو نگاه بکنید خیلی قشنگ درک میکنید که اصلا پسر خوان چه نقدی داشت. پسر خوان نسل بعدی افرادی بود که طرفدار اون فرمانده یا همون پینوشه بودن، یعنی نسل بعدی اونا هم مثل خودششون روانی میشدن و اصلا بهشون مهم نبود که سر بقیه داره چه بلایی میاد. مهمترین شکنجه هم که پینوشه توی زندانش انجام میداد همین ارتباطهای محارم بود، یعنی کاری میکرد که به اجبار پدر با دخترش رابطه داشته باشه، دختر با برادرش، همه این کارا رو انجام میدادن و کلا یه زندان خیلی وحشتناک ساخته بودن. برای همین هم توی این فیلم خیلی میاد روی این قسمت محارمه فوکوس میکنه و میاد در مورد اون دوره که صحبت میکنه میگه که همش اینطوری بود، همش این کسافتکاریش اتفاق میافتاد. اینطوری حالا هر سکانس فیلم یه معنای دیگه میگیره، مخصوصا آخر فیلم که میبینیم که کلا اون کسی که از دوران دیکتاتوری مونده بود اومد این کمونیست ها یا کلا نسل جدید رو به نابودی رسوندش. آخر سر یه نفر ازشون زنده مونده بود که اون موفق شد بالاخره این دوره دیکتاتوری رو تموم بکنه، خوانی که از اون دوره مونده بود رو بالاخره بکشه. ولی وقتی که این کارو انجام داد خودش زخم خورده از اون دیکتاتوری پینوشه شده بود، یعنی خودش تبدیل شده به یه آدم روانی که به یه بچه هم حتی نتونست رحم بکنه. یکی دیگه چیزی که توی فیلم خیلی در موردش صحبت میشه همون پلیسا هستن. پلیسایی که هیچ کاربردی ندارن و دقیقاً توی دوران دیکتاتوری پینوشه هم همینطوری بود. پلیسا در اصل میاد خیلی مثلا انرژی داره، میگه من انتقام میگیرم و همین کارو میکنم، ولی در آخر خیلی ساده با یه تیر مثل یه آدم ساده میمیره، یعنی هیچ نقش مهمی توی فیلم ایفا نمیکنن این پلیسا. دیگه همین، خلاصه گفتم بدونی که تاریخی که پشت این فیلمه خیلی چیز بزرگیه. درسته که یه فیلم خیلی دارک و اذیت کننده است و سکانس‌های بد خیلی داره، ولی مثل سالو یه محتوای خیلی بزرگ داره با خودش حمل می‌کنه که هر کسی بهش توجهی نداره. کشور شیلی گفتم یکی از کشورهایی است که خیلی تاریخ دردناک پشت خودش داشته و همیشه کارگردانش سعی کردن که نشون بدن این تاریخ دردناک چقدر توی زندگی امروزی داره تاثیر می‌ذاره و فیلم تراما هم یکی از بهترین نمونه‌های همین مورده. امیدوارم درک بهتری از فیلم پیدا کرده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. خیلی دوستتون دارم. روزتون